نمیشه 17 نفر تو تیم ملی ناراضی باشه. آقای دهکاری اومد به آقای پنجلی گفت که آقای پنجلی سعی کن بچه ها رو به صف ببری. من خودم به عنوان یه جوون اصلا نه اینکه ناراحت بشم، یا تعجب کردم گفتم همه دارن همینجوری دور از جون گله میرن، مثلا ما هم همینجوری بریم دیگه. مثلا کودکستان همچین کاری نمیکنه. مثلا یکی از صف اومد بیرون، آقا بدو برو تو صف. برای بررسی این موضوع باید سری به تاریخ بزنیم. کمتر از دو دهه قبل و زمانی که پرویز خان مربی تیم‌های باشگاهی گارد و شاهین بود، پرویز خان 5 صبح روزهای جمعه منتظر بود که ما بریم دربند، اونجا می‌رفتیم کوه، همه بچه‌ها می‌اومدن، هر کی هم نمی‌اومد جریمه می‌شد. ولی اینکه همه می‌اومدن انقدر این گروه بانشاد بود، بعد این گروه راه می‌افتاد، شوخی داشت، خنده داشت، خود پرویز خان ما کلی اذیتش می‌کردیم، سخت نمی‌گیره، می‌خندید، ولی بعد 5 صبح اونجا بود. اون 5 صبح اسمش هماهنگی بود. خیلی خیلی دیسیپلین خشک و خالی بیش از اندازه، یعنی اصلا واقعا واجعه بود. یعنی مواظب هم همون بودش. میگفتش که اگر شما توی بیرون از زمین شخصیتتون رو حفظ بکنید، این مسائلی که ما فکر میکنیم جزئیاته 100% تو فوتبالتون تأثیر میداره. و به قول آقای فرگوسن جزئیاته که کل رو تشکیل میده. کیلومترها اون طرفتر و دقیقاً توی همون سال وقتی فرگوسن اسکاتلندی هدایت منچستر بزرگ رو به عهده گرفت، 8 نفر از بازیکناش رو به خاطر مسائل انضباطی کنار گذاشت. Going away for, you know, from training ground to spend all afternoon drinking. And I then realized to myself, I'm not going to win the league with this team. So we did a fire sale, got rid of about 9 players and brought 5 young players in. People were hungry enough to accept challenge and send the club in a different direction. بعدها شما نگاه کنید، الان تمام باشگاه‌های اروپایی یه بازیکنشون یک شب بیرون هستش جریمهش میکنه، حتی بعد وقت تیم ملی کنار میذارن. شما میتونی به بازیکن تیم ملی بگی آقا چرا دو تا بستنی خوردی؟ نباید میخوردی. ولی این اتفاق افتاد. جوونه، اگه خورده صبح تو تمرین پس میده، انرژی میسوزونه. من بعضی وقتا نهار میرفتم شرکت نفت پیشش، بعد اونجا با هم صحبت میکردیم سر غذا و اینا. با اینکه میدونست من تمرین دارم به من نمیگفت چرا اینو میخوری چرا اونو، من خودم رعایت میکردم. اگه هم میخوردم هیچی نمیگفتم، ولی بهم یاد داده بود، اینا رو یاد میداد. شعار نبود، همش عمل بود، همه دیده بودن که تو مسافرت ها همیشه با یه ساک کوچیک دستش میرفت با یه ساک برمیگشت. این مربی میتونه بازیکن بگه شما حق ندارین شبو برین بیرون، حق ندارین چیز بخرید، باید به فوتبالتون فکر کنین، نه به خریدتون، نباید برین تجارت. مقصر کمک پرویز خان بود. اصلا هیچ کدوم از بچه ها مشکلی با پرویز خان نداشتن و پرویز خانو خیلی دوست داشتن. خیلی بیشتر از کمک آقای دهکاری ناراحت بودن، میگفتن بیشتر تقصیر ایشونه به رفته از ما گفته به پرویز خان. توی اون مجموعه من با همه احترامی که برای آقای رضا وطن‌خواه قائلم، زنده یاد دهکاری، خیلی به ایشون اعتماد داشت. بعد ما اعتراض میکردیم، با جلسه میذاشیم با آقای دهکاری صحبت میکردیم، گفتیم مثلا فلان مربی مثلا بعد برخورد میکنه، بعد صحبت میکنه. آقای دهکاری هم خب به هر حال مربیاش بودن، مجبور ازشون طرفداری بکنه. خب میگم اینا تایید دلشون چیزی نیستش، شما ناراحت نشید، اینا مثل بچه‌های خودتون دوست دارن. مثلا 14 نفر دو پرویز خان به من وصیت کردن که هیچ وقت بازگو نشه. من آخرین نفری بودم که تو هواپیما از من امضا گرفتن. یه رو 20 دقیقه مونده بود که هواپیما بشینه، دیدم نامه ای آورد. خب من خواب بودم، گفتم چیه این؟ گفت که کمیته المپیک پول داده باید امضا کنی. گفتم ما دیگه داریم میرسیم ایران، 20 دقیقه مونده برسیم، چه پولی؟ گفت 100 دلار قراره بده. ما هم اونجایی که خیلی ساده بودیم امضا کردیم. نگو این حکم 14 نفر بود، من نفر 14 بودم. بوی شکست به مشام میرسه. شکست واژه‌ای آشنا برای پرویز دهداری، درست مثل 19 سال قبل، 20 تیر سال 46، تیتر بزرگ روزنامه اطلاعات که نوشته بود ناوگان موشک‌انداز شوروی به مصر آمد، برای فوتبال دوستان دیده نمی‌شد. درست زیر این تیتر متنی خیلی ریز نوشته شده بود که خودنمایی می‌کرد. پروانه باشگاه شاهین لغو شد. باشگاهی که هم در اون مربیگری کرده بودی و هم بازی. باشگاهی که کل جوانیتو تو اون گذاشته بودی.
حتی وقتی تو تیم شهرت آبادان توپ میزدی، باشگاهی که حتی اسمش رو پسرت هم گذاشته بودی، حالا دیگه منحل شده. ما یه بازی داشتیم با تهران جوان در استادیوم امجدی شیرودی فعلی، سرهنگ سرودی رئیس فدراسیون فوتبال شد. اون موقع فدراسیون فوتبال تقسیم بود بین باشگاه تاج و دارایی، یا از دارایی ها بودن یا از تاجی ها بودن. بازی ما با تیم تهران جوان بود که تیم تقریبا وابسته به دارایی بود. اون روز اگر ما بازی رو می بردیم اول می شدیم، اگر نمی بردیم یا دارایی یا تاج اول می شد. ما یه هفته اول یه گل خورده بودیم. یکی از یارای مثبتمون هم که آقای آشتیانی بود، ایشون هم از زمین اخراج شد. هفته دوم که بازی کردیم 2-0 برنده شدیم. آقای خواجه نوری مدیر عامل باشگاه ما شاهین با تیم سار سرودی بالا حرفشون میشه. این ناراحت بوده که مثلا چرا ما تهران جوان بودیم. ولی همون روز که این اتفاق افتاد، بازی با تهران جوان، من رفتم برای تماشا و دیدم توی جایگاه مخصوص درگیری شد. خواجه نوری بعد وضعی میزنند، واقعا با سیلیو کشیده اینا میزنند و قهرمان شدیم که این قهرمانی به قیمت محرومیت باشگاه شاهین تمام شد. این محرومیت برای شاهینی ها که پرطرفدارترین تیم ایران بودن باور کردنی نبود. شاهین اسمی بود که از روی فال حافظ توسط دکتر اکرامی مؤسس باشگاه انتخاب شده بود. قدیمی ترین باشگاه فرهنگی ورزشی ایران که در تیر ماه 1322 بنا شد، حالا دقیقاً تو ماه تولدش منحل شد. ظاهراً ریشه این انحلال به سالها قبل و مسائل سیاسی اون روزها برمیگرده. شما برگردیم به سالهای 1332 که مملکت ما یه گوله انفجار بود. زمان آقای مصدق بود، زمان ورود حزب توده در جامعه ما. طبیعیه که برای اداره یک باشگاه بزرگ نظامی ها راحت تر میتونستن این کارا رو بکنن. خب در رأس باشگاه تاج هم یه آقای بود به نام تیمسار خاستوانی و طبیعتاً می‌خواست که قدرت اول باشه در تمام رشته‌ها، به ویژه در فوتبال. تیم تاج رو می‌گفتن نماینده درباره، نماینده شاهه. شاهنشاه آریامی ساختمان مرکزی نوبنیاد سازمان ورزشی و فرهنگی تاج را افتتاح می‌فرمایند. عکس این قضیه تیم شاهین بود. در عموم کشورها تیپ انتلکتوئل و تظاهر به انتلکتوئل بودن و روشنفکر بودن از دانشگاه سرچشمه میگیره. باشگاه شاهین اومد از یه سری جوانایی تشکیل شد که بعدا اینا همشون دانشجو بودن، که مردم یواش یواش دیدن که بله یه گروهی هستن که اینا میان ورزش میکنن، علاوه بر اینکه خوشحالشون میکنن، چقدر آدمای همراهی هستن، چقدر خوشنامن. تیم شاهین شد یه تیم مردمی. اون ایده‌ای که با تیم دربار با مخالف اونا بودن، میومدن طرفدار تیم شاهین میشدن. به طوری که میتونم بگم استادیوم شیرودی که امجدیه هست، فقط یه قسمت به 2000 نفری میذاشتن واسه دارایی و تاج و شعاع و کیان و بقیه‌اش همه شاهینی بودن. به این دلیل که تشویق کنن چون اون تیمو بکوبن، تشکیلات رو بکوبن. در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه و اولیا حضرت شهبانو، مسابقه های قهرمانی ایران با شرکت 2500 تن از ورزشکاران سراسر کشور در استادیوم امجدیه گشایش یافت. در این روز مسابقه فوتبال بین تیم های تاج و شاهین برگزار شد. ورزشکاران شاهین با آمادگی کامل توانستند به زودی ابتکار بازی را در اختیار بگیرند. کوشش افراد تیم شاهین به ثمر رسید و تا دقیقه 17 سه بار توپ از دروازه تاج گذشت. شما حساب بکنید، درست مردم شاهین تشویق می‌کردن، اما هیچ کس به فکرش نمی‌کرد که در اون زمان مثلا بگه شاهین، اما هی اینا انداختن تو دهن مردم که آقا اینا و چیز کردن که شاهین به شاه توهین کردن، به دستگاه حکومت توهین کردن. ما که آدمای سیاسی به اون صورت نبودیم که بدونیم پشت پرده چی میگذره، ولی شوک بسیار بزرگی بود که ما وارد اومد، به طوری که چند تا بچه‌ها تو لباس کردن یکم خوابیدن، بعضیا گریه میکردن و نمیدونستیم آیندهمون چی میشه. شاهین منحل شده، حالا ما چیکار کنیم، کجا بریم؟ در این روزها بود که بین بزرگان شاهین و علی عبدو صاحب مجموعه بولینگ دیداری شکل گرفت و پایه یکی از قطب‌های فوتبال ایران در همون جا بنا نهاده شد.
پرویز خان این تو بودی که از دل یک شکست و انحلال با کمک تعدادی از شاهینیا و علی عبدو باشگاه پرسپولیس رو بنا کردی و اولین مربی تاریخ باشگاه بزرگ پرسپولیس لقب گرفتی. باشگاهی که رفته رفته یکی از پر افتخارترین تیم‌های ایران شد و جام‌های زیادی را بالای سر برد. بالاخره پرسپولیس این بازی رو 1-0 به سود خود تمام می‌کنه تا جام حذفی رو از آن خود. اگه باشگاه پرسپولیس محبوب شد به خاطر چی محبوب شد؟ باشگاه پرسپولیس که باشگاه تازه‌ای بود، اما اون 16-17 نفر بازیکنی که از شاهین رفتن 16-17 تا بازیکن محبوب مردم بودن، رفتن توی تیم با یه اسم دیگه. خب باز اون تیم نمیتونستن بگن شاهین، مجبور شدن بگن پرسپولیس. بعد از مدتی تعدادی از بازیکنان پرسپولیس جدا شدن و به پیکان رفتن و تو با جدا شدن از پرسپولیس باشگاه گارد رو بنا کردی که با یه عده جوان گمنام بازی‌های ستودنی رو انجام میدادی. روزنامه‌ها وادار و تسلیم شده بودن برای تیم جوان تو تیتر بزنن. توپچی‌ها، تیم درخشان، شگفتی بزرگ جام، القاب اون تیم جوان تو بودن. بعد از اونم هما رو بنا کردی چون هنوز میخواستی با همون بالهایی که از تیمت شاهین گرفته بودن پرواز کنی. روزنامه‌ها نوشتن باز این بچه‌ها اومدند، تو دست بردار نبودی. شاید جالب باشه ما تو دوره مرحوم دهداری اولین مدرسه فوتبال ایران رو توی همین باشگاه هما افتتاح کردیم. اما سالها بعد چند نفر از اعضای همون باشگاهی که بنا کرده بودی تو تیم ملی مقابلت ایستادن و نامه استعفا رو امضا کردن. اون 14 نفر به فدراسیون رفتن تا هفته شلوغ 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 رو رقم بزنن. روزنامه ها تیتر زدن محکوم شدن مربی یا بازیکن چه سودی برای فوتبال خواهد داشت. فراموش نکنیم المپیک سئول نزدیک است. بعد از شنیدن حرفای کادر فنی رای صادر شد. چنگیز، پنجعلی، حاجیلو و درخشان محروم شدند. این استعفا و حکم محرومیت باعث ترس و دلهوری در همه اهالی فوتبال و حتی نزدیکان در تیم ملی شده بود. اون موقع ما خودمون خیلی وحشت کردیم. موقعی 14 نفر استعفا دادن و رفتن، ما فکر کردیم که دیگه تیم ملی به این زودی تشکیل نمیتونه میشه. همیشه هم میگم تو فوتبال یادتون باشه نترس باشید، هیچ اتفاق نمیفته. مهمترین خصیصتش این بود که واقعا راجع به فوتبال هیچ ترس و واهمه‌ای نداشت، چون اعتقاد داشت به کار خودش. پرویز خان میگفتش که آقای بهمن خان سالانی، آقا رضا، آقا مهدی، هر کی رو شما دیدید فکر میکنید خوب هست، اینا بچهای مملکتن. فوتبال اینقدر پیچیده نیست، ما 6 ماه میاریم اینا رو تمرین میکنیم، مسئولیتش رو من قبول میکنم. بازی‌های مقدماتی المپیک 1988 سئول نزدیک بود. وقتی خبرنگار ازت پرسید چه خبر از دلواپسی‌های خاص، گفتی دل گنده‌ای داریم و به همین دلیل هیچ دلواپسی‌ای نداریم. شروع کردی به زیر نظر گرفتن بازیکنان جوان و جویای نام، کاری که به خوبی اونو بلد بودی و تو سال‌های قبل هم اینو نشون داده بودی. جمعه‌ها صبح فقط مسابقه می‌ذاشتن که بازیکن‌های جوان رو ببینن. بزرگای شاهین مثل خدا آقای دکتر اکرمی، خدا بیاموز، خدا پرویز خان، خدا بیاموز، اینا همه اونجا وامی سادن نگاه میکردن، تک تک بازیکنها رو زیر نظر داشتن. یه کاپ گذاشته بودن تو نازیاباد، ما اول شدیم، آقای دهداری اومدن کاپ ما رو دادن. اصلا چه ربطی، الان من بعدا میگم چه ربطی داشت این مسئله. یعنی ایشون همه جا سر میدادن، یعنی وقت میداد، زندگیشو برای این کار گذاشته بود. اون موقع من 16-17 سالم بیشتر نبود، داشتم تو پاس بازی میکردم. خب آقای دهداری هم خیلی توجه به جوونا میکرد و سراغ من رو از آقای مناجاتی گرفته بود که یه دوره دعوت شدم، آقای دهداری رو دیدم و خیلی هم علاقمند بودم که شاگردشون باشم. شدی تماشاگر ثابت مسابقات، لیگ قدس رو کامل زیر نظر گرفتی، حتی از کوچه پس کوچه های شهرم غافل نشدی. یه هافکی دادم مستقیم بیژن طاهری، به اضافه یه سری از بازیکنهایی که مثل دکتر علیزه اسدی، اینا هم پرویز خان. یه زمینی بود طرف میدون شوش گودس شهرزاد، اونجا رفتیم، اونجا دیدیم بچه ها رو، اونجا میرفتم پرویز خان همه جا سرکشی میکرد. شاید این 14 تا رفتم و یه عده بازیکنهای جدید به تیم ملی اضافه شدم، مثل عباس سرخار، احمد رضا عابدزاده، جواد زرینچه. موقعی که من تیم ملی دعوت شدم اول اصلا نمیدونستم تیم ملی چی هست و اینا، من یه جوان بودم فقط دوست داشتم بازی کنم. 7 تا 8 تا بازی باشگاه تهران داشتم با بوتان، تا
پرویز خان خدا بیامرز منو دسته 4 از ژاندارمری دعوت کرد، یعنی اصلا کسی اونجا رو توجه نمی‌کنه. در حالی که تیم مشغول اردو و بازی‌های تدارکاتی داخلی بود، مسئولان فدراسیون سر بازی کردن و نکردن در زمین کویت صحبت می‌کردند. با تیم کویتی بازی داشتیم که اون روزها بهترین دوران خودش رو سپری می‌کرد و تو اون دهه ما معمولاً مغلوب این تیم می‌شدیم. همین 2 سال قبل هم تیم ما با همه ستاره‌های مستعفیش تعریف باخته بود. به دلیل شرایط جنگی در کشور، بازی اول که ما میزبان بودیم در قطر برگزار میشد. کویتی‌ها یار عراقی‌ها به حساب می اومدن و رزمنده‌ها چشم انتظار خبری خوش از دوحه. تیم ما با عجیب‌ترین و استثنایی‌ترین ترکیب تاریخ خودش وارد بازی کویت شد. نفرات اصلی مثل عابدزاده، میرحمدیان، زرینچه، مرفاوی و ژال مستقیم اولین بازی ملی خودشون رو تجربه میکردن و بقیه بازیکنان هم تعداد بازیاشون به سختی دو رقمی میشد. سمد مرفاوی میتونه سانت رو کنیم، کارم انجام میده. پرواز بلند کریم بابی، یه موقعیت و ضربه که توی دروازه جون. بیژن طاهری، بیژن طاهری حساب کار رو 1-0 میکنه. بازیکنان کویت، مبارک محمد یه پاس خوب، ارسال یک توپ بلند، یک موقعیت و گل. گل سالم مبروج، احمد رضا عابدزاده، ضربه بلند پشت مدافعان فرود میاد، فرار کریم بابی، یک ضربه سر و گل. گل دوم برای ایران با ضربه سر کریم بابی. پیروزی بزرگ در مقابل کویت بزرگ اون روزها به دست اومد و دل رزمنده ها به خاطر شکست یار غار عراقی ها شاد شد. فیفا دیدار برگشت رو هم در قطر برگزار کرد. تو بازی دوم همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت و چیزی نمونده بود داور سوت خودش رو به صدا در بیاره که فیصل الدخیل کار خودش رو کرد. بازی 0-0 پیش میرفت تا دقایق آخر بود. یه اتفاقی افتاد، بهترین بازیکن تاریخ اونجا شد، آقای فیصل الدخیلی که از بهتریناشون بودش، اومد تکلی که من زدم، اومد خودشو به پای من زد، انداخت و داور ژاپنی هم که بلا فاصله روی نقطه پنالتی رفت. با پنالتی 88 ایران به سئول 88 نرفت. فقط 2 دقیقه تا پیروزی شایسته ها فاصله داشتیم که نشد. فاصله ما تا المپیک به اندازه فاصله این توپ تا دستای احمد رضا بود. یادت بازم خارج از خونه بودیم، شرایط اجازه نمیدید در ایران مسابقه کنیم. شرایط واقعا دشواری بود. به اون دلیل گل در خانه و اینجور چیزا حذف شدیم. حذف ایران با وجود نمایش چشم نواز، بالاخره برخی که منتقد کنار رفتن 14 ستاره بودن رو همراه کرده بود، ولی عده‌ای هم همچنان به تیم دهداری میتاختند. اما تیم ملی بدون توجه به رسانه‌ها و با آمادگی بالا وارد نپال شد تا در بازی‌های انتخابی جام ملت‌ها شرکت کند. تو دیدار اول با هنگ کنگ بازی کردیم و با 2 گل پیروز شدیم. بازی دوم با سوریه نتیجه بهتر از 1-1 برای تیم به دست نیامد. بازی سوم هم با کره شمالی رو 0-0 مساوی کردیم که باز هم منتقدین شروع به کوبیدن تیم دهداری کردند و این نتایج در گروهی که به اعتراف پرویز خان گروه راحتی بود رو در شأن تیم نمیدونستن. و اما بازی آخر با میزبان بازی ها. والا من اینو همه جا گفتم. خب مرتضی یه بازیکن قلدر و تکنیکی و یه لایی زد از یه بازیکن رد شد، وایساد بازیکن اومد یه لایی دیگه زد بهش. نه اینکه تمسخر کنه، در هر حال دیدی بهش کرد، بعد توپ انداخت بین پاهاش از اون ور گرفت. من و آقای نامجو مطلق اون گوشه زمین پاسکاری میکردیم، یکی از این بنده خدا داشتیم اذیتش میکردیم دیگه. اون موقع هم 2 نفر میتونستم به عنوان ذخیره وارد بشم، مثل الان نبود که 3 تا عوض بشه تعویض بشه. ما 2 نفر بازیکن هم تعویض کرده بودیم. آقای دهداری منو صدا کرد به خط و از داور اجازه گرفت و منو کشید بیرون و نشستیم پیش آقای دهداری.
من خودم مونده بودم چرا من اومدم بیرون، چون تعویضم شده. بعد آقای دهداری آروم با من صحبت کرد، گفت شاید خانواده این بنده خدا یا اصلا این تیم اون بالا باشن، شما نباید اذیت کنید این بازیکن. بعد من خودم یه خورده اولش متوجه نشدم، بعد متوجه شدم که چه حرفی زده آقای دهداری و طرز فکر بزرگی داره. این خودش درسی شد برای من که من 10 دقیقه رو نشستم بیرون و بازی هم سهیش هم تموم شد، با یه یار کمتر بازی کرد. این چیزی بود که پرویز خان در مکتب شاهین هم به بازیکنانش یاد میداد. اولین جمله کارت باشگاه شاهین هم این بود: حریف شکست خورده را تحقیر نکنید. این تعویض برای کسایی که پرویز خان رو میشناختن چیز عجیبی نبود، چون نزدیک به 2 دهه قبل هم اتفاقی نسبتاً مشابه رو برای محمود بیداریان رقم زده بود. یه توپ انداختن علی جباری ترمن بیش با 2 یا 3 متر آفساید بود. گل مساوی ایشون به ما زد. خب من به عنوان کاپتان تیم از مرحوم محمود خوشخان پرسیدم که محمود خان واقعا فکر می‌کنی اون توپ آفساید نبود؟ همین یک کلمه. پرویز خان اونجا نشسته بود، شنیده بود. هفته بعدم با پرسپولیس بازی داشتیم. اون اتفاقاتی که با پرویز خان داشتن و کوریایی که حالا به اصطلاح مسائل داشتن، پرویز خان صحبتاشو انجام داد و ارنج خون. من تو ارنج نبودم. بچه‌ها به ما نگاه کردن، کسی جرأت داشت حرفی بزنه؟ هفته اول 4 تا خوردیم، 4 تا دیگه هم خوردیم، 8-1 از زمین اومدیم بیرون که فرداش ما رو گارد خواست و روزنامه‌ها نشون دادن تبانی آقای دهداری با پرسپولیس و از این بحث. این که تبانی اینا واقعا این بی‌انصافیه. فوتبال اتفاق میفته. شما نگاه کنید برزیل از آلمان 7 تا میخوره، کی باورش میشه؟ اصلا امکان نداره، اونم تو جام جهانی. تبانی نبودش. اون روز توپای اونا همش گل شد، 8 تا توپ اومد، هر 8 تاش هم گل شد. یه شب مهمون بودیم با هم با خانواده هامون، تا من اومدم حرف بزنم گفت میدونم میخواید چی بگید. به تو چه؟ به داور اعتراض میکنی؟ تو کاپیتان تیمی، تیمتو جمع کن. چیکار به داور؟ دادم پرس هم همین گفت همین. ما میباختیم میومدیم، خود ما بچه بودیم جان. آقا داور، داور چیکار کرد؟ چیکار کرد آقا نعیم؟ داور چیکار کرده؟ اونجا اون توپر پنالتی بود؟ نه پنالتی نبود. حالا اگه پنالتی بود چرا شما تلاش نکردی جبران کنی؟ اینجوری برخورد میکرد. نمیومد همه رو مقصر کنه که خودشو براعت بده. شعار تیم گارد هم جمله مبتنی بر خوشبینی و رفاقت بود که نشون میداد تو اومدی تا بدعتی در فوتبال ایجاد کنی. درست مثل شکست 8-1 سال 50 که تنور انتقادات به پرویز خان داغ بود، این روزها هم با وجود اینکه تیم ما بعد از برد 3-0 مقابل نپال از بام کاتماندو به قطر پرواز کرده بود و راهی نهمین دوره جام ملت‌ها شدیم، ولی روزنامه‌ها دستبردار نبودند و نوشتند تیم ملی فوتبال و لزوم بازنگری. تیم دهداری با پذیرش چند نفر از افراد مستعفی آماده جام شد. پدر خدا بیامرز من یه آشناییتی داشت با مرحوم دهداری. میره خونه آقای دهداری، میگه پرویز خان اگه میشه مرتضی رو ببخش. میگه نه مرتضی، 4-5 تا دیگه میخوام ببخشم، فقط اینا باید بیان یه عذرخواهی کوچیک از مردم بکنن، از من نه. خب من تو پرسپولیس بازی میکردم، آقای گل بودم، گلای خیلی زیادی میزدم و تیم ملی هم به ما احتیاج داشت. فرشاد پیوس به دنبال توپ، خودش موفق از جا داره ضربه‌اش رو میزنه. آقای لاروزی مربی من بود قبلا، با آقای دهتری صحبت کرد که به اصطلاح پیوس برگرده. مثل یه پدر تمام ما رو با آغوش باز پذیرفت. که آقای دهتری ما دعوت کرد که من بعدم مثلا 1988 اردومون توی دور دریاچه بود، دور دریاچه آزادی بود. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. حدوداً 3 سال است که آقای پرویز دهداری مدیریت تیم‌های ملی ما رو در سطوح مختلف به عهده دارن. می‌خواستم ببینم وضعیت فعلی تیم ملی ما در این دوره الان به چه صورت است و کلاً بازی قطر رو چگونه می‌بینید؟ به نام خدا. امروز تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با کمترین تدارک و با بهترین روحیه در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت خواهد کرد. تیم ملی بعد از گذروندن اردو در تهران به قطر که میزبانی نهمین دوره جام ملت‌ها رو بر عهده داشت و تدارک ویژه‌ای هم برای اون بازی‌ها دیده بود سفر کرد. تیم ما
با تیم‌های قطر میزبان مسابقات، کره، ژاپن و امارات همگروه شده بود که رسانه‌ها با توجه به این گروه سخت شانسی برای تیم قائل نبودند، ولی پرویز خان مصمم بود. از نقطه نظر مادی هیچگاه تیم ما با تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا و در گروه تیم ایران قابل مقایسه نیست. منتها ما با قدرت و توانایی که در تیممون سراغ داریم، تیم ما یکی از تیم‌های مدعی جام ملت‌های آسیا است. در بازی افتتاحی جام به مساف قطر میزبان رفتیم. سلام الامیری القطری و مبارات الافتتاح سیداتی آنساتی صدقی. اولین بازی تیم ملی ما بول معروف پشودش افتتاحیه بازی بودش و اون بازی به نظر من هافک چپ بازی کردم، کورنر شد، ارسال کردم که کریم بابی فکر کنم گل زد اشتباه نکنم. الیه فرشت بیوس لعب للامام خطره گل گل المنتخب الايراني. و نیمه دوم بازم هافک چپ بودم، یک کار ترکیبی با مجید نامجو مطلق کردم یا با کریم بابی بکنم، با مجید بود فکر کنم یا کریم بود یادم نمیاد. یک بار دیگه پیوس یک دور انجام میدن، خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو ابجا میذاره، ضربش رو میزنه توی دروازه، دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون فرشاد پیوس. کار ترکیبی کردیم که رفتم تک به تک با گلر شدم، گلر دیدم داده میاد بیرون که ناختم لای پای گلر، توپ اصلا به نظرم تو خط هم رد نشد، توپ از خط که رد شد یه زمین باید توپ در واسطه اینقدر آروم زدم با این ضربه با پای راست توپ توی دروازه جا میگیره. باری کلا به تیم ملی فوتبال کشورمون که این چنین تیم حریف رو به زانو در میارن. همه فکر میکردن خب ما هیچ نتیجه نمیتونیم بگیریم، که ما بازی اول 2-0 بردیم و همه رو تیم ما یه حساب ویژه باز کردم. هیچ کی فکر نمی‌کرد که ایران جلوی قطر به این راحتی بازی کنه و بتونه امتیاز خیلی خوبی بگیره. تیمی که کمتر کسی شانسی براش قائل بود حالا میزبان رو با نتیجه قاطع 2-0 برده بود. بازی دوممون با تیم ژاپنی بود که اون روزها کم کم داشت تو فوتبال آسیا رشد می‌کرد. ناحيه اليمين يحصلها الفريق الياباني من ناحيه اليمين متقدم يدخل منطقه الجزاء وكره حلوه ممكن الله ژاپونیا همیشه فوتبال خوبی بازی میکنن، نه دنبال وقت کشی هستن، یعنی بیشتر دنبال این هستن که توانایی خودشونو بذارن، ولی علی رغم تلاش هر دو تا تیم بازی مساوی شد. بعد از این مساوی دوباره انتقادات تکراری متوجه دهداری و تیمش شد و همه از اینکه تیم بی برنامه و محتاط بازی کرده می گفتن. روزنامه ها نوشتن تیم تاکتیکی بجز بازی هوایی ندارد. پرویز خان خوشبختانه می دونست وضعیت کشور ما، کشوری که 8 سال تو جنگ بوده و وضعیت اقتصادی تو کشور نامناسبه، از طرف دیگه تغذیه ما تغذیه کوپونی بودش. تقابل بدنی ما با تقابل بدنی تیم‌های مقابل قاطعا جوابگو نبود. میگم ما امکاناتمون کمه، وقتمون کمه، بیاییم بازیکنهایی رو انتخاب کنیم که به لحاظ فیزیکی قوی باشن. میگفتیم پس خواهم برای چی؟ میگفت برای اینکه اینا بتونیم با کمترین ضربه توپ رو به ناحیه دفاع حریف برسونیم و اونجا از این توپای ارسال شده یا از جناحی یا به شکل عمودی استفاده کنیم. سیستم فوتبال ایران چون از ابتدا انگلیسی ها به ما آموزش دادن، اساس و پایش رو بر اساس در واقع توپای بلند، سانترها و ضربه های سر بنا گذاشتن. اگرم ببینی ما از این طریق کسایی رو آوردیم که لقب های سرطلایی بهشون دادیم. سر همایون بهزادی دقیقه 31 مسابقه اولین گل ایران به ثمر رسید. و ضمن این که ما یک نوک حمله‌ای داشتیم که تو سر زدن بی‌نظیر بود در تاریخ فوتبال ایران، کریم باوی. ضربه های سرش این ضربه های شوت بود. فرار کریم باوی، یک ضربه سر و گل. علاوه بر اینها پرویز خان سالها قبل نشون داده بود که تاکتیک های دیگر هم به خوبی بلده و هیچ وقت بازی محتاطانه در دستور کارش نبوده. کافیه به سال 1978 بریم و جشنواره تولون فرانسه. توی فرانسه مسابقات امیدهای جهان
ما اولین بازی اوروگوئه رو متوقف کردیم. ما که اولین بار تو مسابقه رفتیم اوروگوئه قهرمان سال قبل بود. بازی بعد آقای مرحوم دهتری چون کلیه‌اش عمل کرده بود کلیه درد گرفت. بازی ما داشتیم با تیم هلند. تیم هلند که اون سال اونجا بازی میکرد سال 1978 بعدش چند تا از بازیکناش رفتن تو تیم بزرگسالشون. طالبی وقتی شد مربی تیمو دفاعی چید. سر اون گوشه 18 قدم یه پاس کاتپک بیرون دادن جلوتر از پنالتی که بغل اومد زد تو گل. نیمه شد. ما همون یکیش باختیم. آقای جلال طالبی هم اومد به ما گفتش که همین یکیش خوبه بالاخره ممکن یه دونه ما بزنیم. نیمه دوم آقای دهتاری با حال زارش انگار قرص مرس آمپولی چیز زده بودن اومد تو رخکن. آقا سیستم بازی رو ما عوض کرد. حمید علیستی تو حمله نمیدونم فتابادی غلام فتابادی هم بود اون حمله نمیدونم این تو حمله تیم حمله ای شد. یعنی دیگه دفاع نکردیم به تیرشون خورد توپ نرفت تو گل. وقتی ازت به طعنه پرسیدن راستی پرویز خان شما کدام دوره مربیگری را دیده اید؟ با خونسردی گفتی من هیچ کلاس مربیگری رو ندیدم. من دوره فوتبال رو تو کلاس اجتماع و زمین فوتبال تموم کردم. آقای دهتاری هنرش توش فهمش از فوتبال بود. چیزی که الان این روزا فوتبال علمی اینطوری آنالیز میکنن و به بچه هاشون به شاگرداشون مثلا نقاط ضعف هر کسی رو برایشون مینوشتن یا دیاگرام میکشیدن که خیلی جالب بود. تمام خطوط حرکتی منم تو زمین معلوم بود کجا باید برم چه جایی رو باید پوشش بدم. خب این دیگه کتاب من بود دیگه. من باید روی این بازی میکردم. مرحوم پرویز خان یکی از کسانی بود که دنبال این بود که تحقیق بکنه. ما خیلی کم در کشور خودمون مربیانی داشتیم زمان زیادتری رو بزنن برای تحقیق کردن و آموزش خودشون. خیلی به روز بودن و تو همون تیم گاردی که من گفتم نگاه میکردم شاداب بازی میکردم فکر میکردم تیم آژاکس هست. واقعا فرای فوتبال ایران یک شادابی، یک تیم ورک، یک رفاقت. وقتی که ارنج رو خوندن من یادمه که کریم باویه گذاشتن هافک نوک و عناصری مثلا منو گذاشت هافک چپ ناصر محمدخانی رو گذاشت پشت این توی هافبک ها که اینا با سرعتشون بیان اضافه بشن. من همین نگرش رو وقتی رفتم آلمان تو بوندسلیگا بازی کردم کلاف توپ مولر خیلی از بازی ها رو من گذاشت هافبک پشت فوروارد به عنوان هافبک هدف که بتونه از سرعتم استفاده بکنه. سوالات طعنه‌آمیز تمامی نداشت. راستی آقای دهداری آخرین کتابی که راجع به تکنیک و تاکتیک در فوتبال خوانده اید کی بوده و چه نام دارد؟ طعنه‌ها زیاد بود ولی تو در نهایت آرامش و خونسردی روی نیمکت تیم ملی کارتو میکردی. یه بار ازشون پرسیدم گفتم پرسون خیلی خونسردی روی نیمکت مثلا کف نظم و آرامشی که روی نیمکت باشه به داخل زمین منتقل میشه. تیم به بازی سوم رسید. ایران امارات. اماراتی من خط آورد جلوتر. من یه خط آورد جلوتر با کریم باوی من گذاشت سیستم 4-4-2 بازی کردیم و اونجا خب خیلی موقع بازم اون بازی هم بچه ها خیلی خوب دوام من بودن و اون بازی به نظر من ارسال شد که من وقتی پاس رو انداختم من رو خط توپ رو به بغل پا توپ رو زدم تبدیل به گل کردم که اون بازی رو بکنم. یکیش ما بازی رو بردیم امارات رو. بازی تو نیمه اول با همون یک گل پیوس به پایان رسید. نتیجه‌ای که تا پایان بازی پا برجا موند و این یعنی صعود به مرحله بعد. بازی با کره برای پرویز خان یادآور دو خاطره بود. یکی تلخ، یکی شیرین. خاطره تلخ تو یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی 1986 سئول. نوبت به ناصر محمدخانی میرسه که توپ رو به بیرون زد. و اینجا هست که 6-5 تیم کره پیروز میشه. شکست در ضربات پنالتی و قهرمانی کره در تورنمنت و نامه 14 نفر و خاطره شیرین. فینال جام ملت‌های آسیا 1972 بانکوک. ما گل اول زدیم. خب متاسفانه در یه شرایط خاصی گل خودی مساوی شدیم. اما تمام هم و غم رفت و ما تونستیم تو وقت اضافی گل دوم هم بزنیم و قهرمان شدیم.
یعنی زمانی که بازی تموم شد همه ما قش کرده بودیم، حتی اونایی که به قول بعضیا 4 تا ریه داشتن به جای اینکه مثلا 2 تا ریه داشته باشن. تیم قهرمان شد روی همبستگیشون، و یکی از مهمترین ارکان موفقیت یه تیم اعتقاد به هم داشتن بازیکنان هستش، و اون با خصوصیات و اون فرهیختگی مربی هستش که به وجود میاد. در حالی که بعضیا محمد رنجبر رو مربی تیم در اون تورنمنت میدونن، اما نزدیکان تیم نظر دیگه ای دارن. تیم قبل از اینکه بره به این مسابقات شنیده میشد که رنجبر، چون بعضی یه آدم نظامی بود و این حرف ها، و اون موقع هم خیلی نظامی ها رو میذاشتن سر تیم ها که بیا تیم رو بگیره. مثلا اما اونجا پرویز دهداری سرمربی بود، تیم و پرویز دهداری ارنج میکرد، تمام بازیکن‌ها هم کاملا این قضیه رو میدونن. این به نظرم فکر کنم یک شایعه بیشتر نیستش. آقای دهداری بودن، آقای دهداری اصلا زمانی هم که در تیم ملی کاپیتان تیم ملی بودن، آقای رنجبر بعد از آقای دهداری شدن کاپیتان تیم ملی. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. تو بازی با کره به خاطر اینکه خیال تیم از صعود راحت شده بود، به جوونا و نفراتی که کمتر بازی کرده بودن بازی رسید. بازی استراحت کردیم که بعد بازی نیمه نهایی میخواستم فکر کنم با عربستان بود، ما رو میخواست که اون بازی انجام بدیم، و همینطور مهدی فنونی‌زاده رو ما از ترکیب کلی تیم میبینیم که کنار رفته، و احمد سجادی هم به جای احمد رضا عابدزاده به درون دروازه. فنونی‌زاده تو زمین کره یه سانتر بلند برای کریم بابی، فرصت برای همه کار داره، یه بار دیگه بعد از کنار دروازه ضربه 18 دقیقه و 50 ثانیه تا پایان نیمه اول زمان داریم، فرصت برای تیم ملی فوتبال کره توی دروازه، دروازه ما باز میشه به 12 کیم بونگ کیل، فرصت برای کره و توی دروازه دفاع ما برای بار دوم جامون. نیمه اول به ساعت ما و ساعت استودیوم پایان یافته هست. نیمه دوم بدون تغییری در ترکیب تیم‌ها وارد زمین شدن و ما امید داشتیم فاصله کم بشه. عرب شاهی، بیماری سرماخوردگی عرب شاهی مقدار زیادی رو کیفیت بدنی او تأثیر منفی داشته. 17 تقوی. من درست حدود 36-37 ساعت مونده بازی اولمون تب میکنم، شب تب شدید میکنم، صبح بلند میشم خیلی تب داشتم و اینا. واقعا پرویز خان مثل یه پدر بود، موقعی که من تب کردم بالا سر من بود، به اندازه تقریبا 4-5 روز به جرات میتونم بگم بالا سر من بود شبانه روز. واژه پدر یه لفظ آشناست که همه شاگردان راجع به تو به کار میبرن. تو تیم هایی که مربی بودی به بچهای تیمت میگفتی برین سراغ درستون، این تو بالاخره میتره که دنبال آیندهتون باشه. واقعا اگه ایشون نبود من درس خوندم، درس نمیخوندم راستش. چقدر استروبت، چقدر پیگیری کرد و چقدر منو گذاشت تو کلاس تقویتی، پول داد. در تمام طول تحصیل دانشگاهی من هر کسی که دانشگاه میرفت آقای دهداری هزینه تحصیلشو میداد. اخلاق واقعی که یک پدر تو خانوادهش اعمال میکنه، اون همون اخلاق و رفتار رو توی خانواده باشگاه خودش اعمال میکرد. یه چیزی بیرون از زندگی فوتبالم میگفت. به من میگفت که خب الان وقت ازدواجت. واقعا هم بر ما مثل پدر بود. اون میتونست بگه. پدر خودم این حرفا رو نمیزد به. یه نامه‌ای به من دادن که بازی با همون کویت. بعد بچه‌ها خیلی کنجکاو بودن و اینا، فکر کردم مثلا دلاری چیزی به من داده. گفتم باز کردم دیدم که گفته برای اینکه در آینده موفق بشی، یه آدم موفقی بشی نه فوتبالیست، یه 10 تا مورد نوشته بود. داشتیم تمرین میکردیم تو زمین، به من سوت زد نگه دار، به من گفت بیش محمود بیا اینجا. رفتم دیدم دست کرد تو جیب کتش، ورقه امتحانی منو در آورد، گفت چه امتحان بدی دادی. و مهمتر از همه اینها در باشگاه شاهین 45 دقیقه دانش آموزای ممتاز مجبور بودن درس هایی رو به بچه های تیم، اونهایی که از یه رشته یکی ریاضیش عقب بود، یکی زبانش ناجور بود، یکی شیمیش بود، اینا رو بهشون یاد بدن. من نگران حال من بود. من واقعا هیچ موقع اینو فراموش نمیخوام. درست مثل یه پدر بود برای ما. بچه ها هر وقت کار رو در میان میدان سرعت بخشیدن، خطر رو دروازه کره احساس شده.
و هر وقت تعلل و مکس و آهستگی در خط میانی میدان ما بوده، این گونه دروازه ما با تهدید روبرو شده. سومین گل این بازی رو یاره 11 جوانگرایی و پشتوانه سازی تو این بازی نتیجه نداد و یه شکست بد مقابل کره برای ما رقم خورد. برگشتن یکی دو بازیکن اصلی هم تأثیری در روند بازی و نتیجه نداشت. این نتیجه باعث شد تو بازی نیمه نهایی به عربستان بخوریم، عربستانی که گربه سیاه اون روزای فوتبال ما بود. اما تو راه و رسم قهرمانی رو خوب بلدی. در سال 50 چند روز مونده به بزرگترین رویداد تاریخ فوتبال ایران، در حالی که هیچ کس حاضر نبود، رهبری تیم ملی رو بر عهده گرفتی و تیم آماده جام کوروش کردی. جام کوروش بزرگ که با شرکت تیم‌های کشورهای اتریش، چکسلواکی، هلند، مغرب، رومانی، ترکیه، جمهوری متحده عرب و ایران. در این مرحله تیم‌های اتریش و ایران با یکدیگر روبرو می‌شوند. نخستین گل تیم ایران در دقیقه 18 نیمه نخست توسط همایون بهزادی به ثمر می‌رسد. ایران با دو گل دیگر که توسط سفر ایران پاک و اسقر شرفی زده می‌شود، مسابقه را با نتیجه 3-1 به نفع خود به پایان می‌رساند و به دوره نهایی جام کوروش بزرگ راه می‌یابد. و در آخر همون تیم قهرمان جام بزرگ کوروش کرد و این قهرمانی آغازی دیگر برای فوتبال ما شد. صعود به المپیک 1972 مونیخ رو هم مدیونی توی. گرچه در اواسط راه به خاطر اختلافاتی که پیش اومد نیمکت رو به دستیارت رنجبر واگذار کردی، اما همه تو رو دلیل صعود میدونن. پس تو بلدی چطوری تیم تو برای بازی با گربه سیاه همیشگی آماده کنی. تیم ما با روحیه بالا وارد بازی عربستان شد. اون بازی خیلی حساس بود. اون بازی خب با تیم عربستان همیشه مشکل داشتیم تیمشون و تیمی بودش که خیلی موقعیت زیاد داشتیم. حتی مخصوصا من تو اون بازی که دو تا موقعیت خیلی خوبی داشتم. برای کریم بابی پشتش دقدم پیوز. یعنی واقعا عربستان رو خیلی تحت فشار گذاشته بودیم ما. انقدر که حمله کردیم، انقدر که خیلی موقعیت از دست دادیم. هنوز فرصت هست. برای قایقران از واحدو دروازه عربستان به توپ بسته میشه. حالا خطای محرمی رو اعلام کرد، اما به نظر نمیومد که خطا باشه و بیشتر به یک خطای فنی میشه. برحال صاحبش عربستان هست. بلند برای ماجد عبدالله و توی دروازه همون مطلبی که من خدمتتون عرض کردم. ماجد عبدالله اگر به امان خدا و گذار بشه که این کار شد و بچه ها بهش توجه نداشتن، دروازه ما باز میشه. به هر حال اون بازی با گل آقای کرمانی ما گل مساوی رو زدیم. چه سانس کوتاه جا برای کار داره خود محرمی. یک بار دیگه فرصت برای کرمانی و توی دروازه میرفت که بشه البته اعلام آفساید کرد. مثل الان نیستش که یکی جلو توپ وایسه مثلا گلر رو کور کنه بعد آفساید بگیرن. اون موقع اصلا این قانون هم نبود. خیلی به نفع گرفتن. این واقعا زمانی بود که عربستان داورا رو می‌خرید راحت. پنالتی در حال حرکت، او خودش رو سرنگون کرد. ببینیم تصویر آهسته رو. بله پنالتی بود. ماجد عبدالله این پنالتی رو حالا میزنه و توی دروازه و با این گل داشت امید ما کاملا برباد میرفت که جورج کورتنی ما رو به بازی برگردوند. خیر گل رو داور نمیپذیره. آقای کورتنی اعلام تکرار این ضربه رو میکنه. احمدرضا بهزاد دروازه بود. پریسا من گفته بود که بگم کدوم برای بگیره. دیدم که این بچه 18 ساله با اون دل و جرأتش برگشت گفت به آقا بگو که خیال راحت بشه میگیرن. ماجد عبدالله این ضربه رو حالا میزنه و این بار کنترل میکنه. آبستاد دروازه‌بان خوب ما این پنالتی رو مهار میکنه. حالا بچه‌ها هنوز میتونن که امیدهای بسیاری داشته باشن که این تکل خورده جبران بشه. این نتیجه اگر تا پایان حفظ بشه ما به دیدار رده‌بندی و به مقابله با چین خواهیم رفت. بله پایان بازی رو آقای جورج کورتنی داور خوب انگلیسی اعلام میکنه با حساب 1-0. ما اگه به عربستان باختیم اون بازی به خاطر بی‌تجربگی امثال ماها بود. یعنی من اگه مثلا 20 تا بیشتر بازی داشتم یا مجموعه تیم
میتونستیم بازی های تدارکاتی خوبی انجام بدیم یا تجربه 20 بازی ملی هر کدوممون داشتیم، نمیتونست اون عربستان تیم ما رو ببره. و این در شرایطی بود که بچه های ما به مراتب بهتر بازی کردن. اونقدر بهتر بودیم که روزنامه ها نوشتن ایران بازی کرد، عربستان گل زد. جوانان به هم ریخته دهداری بعد از این شکست نمیتونستن خودشون رو جمع جور کنن، چون اتفاق مشابه 4 سال قبل رخ داده بود و بعد از شکست مقابل عربستان تو نیمه نهایی جام ملت‌های قبل رده بندی هم باختیم و چهارم شدیم. سایه اون شکست روی تیم سنگینی می‌کرد، اما پرویز خان راه و رسم کار کردن با جوونا رو به خوبی بلد بود. بزرگترین حسنش این که بود یه روانکاو بود، یه روانشناس بود و میتونست به خوبی با بچه‌ها به طریق مختلف صحبت کنه، با اخلاقیات مختلفی که بچه‌ها داشتن. وقتی ایشون صحبت می‌کرد شما هیپنوتیزم می‌شدی، یعنی در مقابلش دیگه هیچ نمیتونستی بگی. صحبت‌های خوب آقای پرویزخان دهداری خیلی به ما آرامش میداد. وارد بازی رده‌بندی با چین شدیم و بازی با نتیجه 0-0 تموم شد و به ضربات پنالتی کشید. دیگه وقتی کشید به پنالتی می‌دونستیم که احمد آبازه پنالتی رو میتونه خوب بگیره. واقعا نشون داده بود که میتونه تمام من باشه. خوشبختانه تو بازی هم پنالتی رو گرفت احمد و آخرین پنالتی رو یادم نمیاد کی زدش که تبدیل به گل شد، دیگه همه ریختیم روش و حالا بچه های جوون تو تونسته بودن افتخاری که در دوره قبل نتونسته بودیم کسب کنیم و به دست بیارن و روی سکوی جام ملت ها برن. عربستان هم قهرمان جام شد، همون تیمی که به سختی و با کمی شانس تونسته بود ما رو ببره. آقا جسدی داره ایسا بله بله نه بابا عربان دارم میبینم اینا نگاه کن دیگه اصداشون به سانسر معلومه یکی دیگه از اون رو بردن. آقا بشی بینیم اصلا حالیش کاپ اولین گل زن این مسابقه ها دنی کسی که اولین گل رو در این مسابقه به سمر رسون به کریم بابی شماره 10 رسون ملی فوتبال ما تقدیم میشه. خوشحال هست تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران میاد که کاپ سوم این مسابقات رو از دست ولیعهد قطر دریافت. بعد از بازی ها خب پرویز خان به زبان انگلیسی هم آشنایی کامل داشتن، قرار بود یه مصاحبه انجام بدن. بعد قبل از اون یکی از اون آقازاده ها به اصطلاح به من یه بسته دلار دادن، گفتن که اینم بدیم به بچه ها پاداش به پرویز خان که کنارش نشسته بودم. عرض کردم که این قضیه هست، خیلی راحت برگشتم به ایشون گفتن که شما میدونید در جبهه ها به چه شکلی دارن جوان ها شهید میشن و به چه شکلی ما پول در میاریم، چه شکلی نفت داریم میفروشیم، شما این پول از کجا بردیم؟ بعد خیلی دارد کنه آقا رضا برگردون این پول رو بهشون بدیم و من بسته پول رو برگردونم بهشون دادم. بازیکنهایی که اون روز تو کشف کردی سالهای سال برای فوتبالمون افتخار آفرینی کردن و شدن میراث تو برای ما. تو روزای پرهیاهو و شلوغ استعفا گفته بودی که یه روز بچه‌ها پشیمون میشن. من برگردم شاید یه اشتباه هم این بود با آقای دهداری در میون نذاشتم، چون من فکر میگم کمک ها به آقای دهداری میگن که این بچه این مشکلات رو دارم. من یکی از اون 14 نفر بودم، اصلا هیچ کدوم از بچه‌ها مشکلی با پرویز خان نداشتم.
و پرویز خانو خیلی دوست داشتن. درسته ما اشتباه کردیم، استفاده دادیم، ما اشتباه کردیم، چون جوون بودیم، میگم که حرف بزرگتر خودمون گوش کردیم که امضا کردیم. روح شاد باشه، انشالله ما رو ببخشه که ما این کارو کردیم. اصلا آخه برای که ما کار بدی نکردیم، ما از اون فشار تو اون فشار نمیتونستیم کار کنیم. البته ما هم به خاطری که خب تعدادی از بچه‌ها هم باشگاهی بودن، خب ما هم برها بهتر مجبورم تو جمع باشم، تو گروه باشم، ولی احساس میکنم خب کار اشتباهی بود، اون موقع جوانم بودیم. بعد از بازی با چین و کسب مدال برنز گفتی میخوای کنار بری و جاتو به جوانترا بدی. حالا محبوبتر شده بودی و بیشتر از قبل دوستت داشتن. اما امان از اون روز سرد لعنتی، 30 دی 67، استادیوم آزادی. ما اینجا با ژاپن بازی داشتیم، بازی دوستانه تو استادیوم آزادی، برف هم اومده بود. تا اون موقع ما هیچ وقت بازی داخل کشور انجام نشده بود که تماشاگرها مستقیم با آقای دهتری روبرو بشن. و بعد از چند دقیقه که گذشت یواش یواش شعارهای که مثل دهتری حیا کن، تیم ملی رو رها کن شروع شد. من دیدم که به خاطر اینکه 3-4 تا از استقلالیا بزرگاشون بازی نمی‌کردن و پرسپولیسیا، من دیدم هوادارهاشون پرویز دهتری رو خدا بیامرز با یخ می‌زدن. زدن من اونجا باور کن گریم گریم. بی‌معرفتی برف انداختن که زدن کلاه آقای پرویز خان دهتری افتادش. و من یادمه که حتی رضا وطن‌پا ترسید بیاد با پرویز خان، یعنی کنار هم پرویز خان سینه‌ش داد جلو. دقیقاً یادمه من و آقای سالندی هم اومدیم جلوی پرویز خان که بعدا به خود به ما پرویز خان هر جفت ما زد کنار، گفت که اگه قرار بعدش به خود اول باید به من بخورد. چون برگشت نگاهی کرد بهشون قشنگ یادمه، چون به نظر من همونجا آب شدن رفتم پایین. واقعا انگار که به پدرمون دارن احترام می‌کنن، یعنی همه بازیکن‌ها. اون آتیشی که اونجا روشن شد بعد دامن خیلی دیگر رو گرفت. این پاسیست که در آم داده شد و توپ در درون دروازه قرار گرفت تا حیا کن رها کن در دقیقه 73 شروع بشه. یکی از چیزهایی که من واقعا ازشون یاد گرفتم این بود که لب خط همیشه پشت بازیکنان باشه، با اینکه بعضی از هوادارا ناراحت بودن، ناسزا میگفتن، چیزی پرتاب میکردن، ولی همیشه پشت بازیکنان بودم. و یه چیزی اصول بود برای ما، یاد گرفته بودیم و معلمامون یاد گرفته بودیم. خاطرم از یه روز ابرار ورزشی رو گذاشتن رو میز من، رئیس باشگاه بودم، من دیدم خیلی پشت سر پرویز خان صحبت کرده. گفتم پرویز خان این ابرار ورزشی الان جلوی من خیلی بد نوشته، خیلی ناجوان مرد اونو تند و اینا نوشته. یه جمله به من گفت، خدا رحمت کن، گفت مگه تو مجله ورزشی هم میخونی آقای نصری؟ گفتم آقا من فهمیدم دیگه، من متوجه شدم. گفت اونا کار خودشونو بکنن، تو کار خودتو بکن. گفته بودی کار تو در زمین فوتباله، اصلا فوتبال بیرون مستطیل سبز معنا نداره، به حرف زدن هم نیست. یه سری اومدن بی احترامی کردن به پرویز خان که همونجا آقای وطن‌خواه گفت دیگه فوتبال جای امثال ما نیست. از تیم ملی جدا شدی و هدایت تیم بنیاد شهید رو بر عهده گرفتی و خواستی بدون هیاهو با جوان‌ها کار کنی. یار 12 تو اون روز برفی با تو نساخت و تو رو هو کرد. یار 12 لقبی بود که در زمانی که فوتبال بازی می‌کردی بهت داده بودن. به خاطر مسئولیتی که داشتی به عنوان یار 12 آخرای بازی وارد زمین می‌شدی و به قول فوتبالیا بازی رو در می‌آوردی. پرویز خان دهتری موقعی که فوتبال بازی می‌کرد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بود. بهزادی فوروارد بود. خودش و امام بهزادی شیرزادگاه و سه تا فنگدار بودن که واقعا من ندیدم در گذشته و حال بتونن مثل این سرفر خوب باشن. یعنی اگر شیرزادگان و همین بهزادی آقای گل می‌شدن بیشتر پاسا به وسیله دهتری بودش. شخصیتی خودش داشت، بازیش هم شخصیت داشت. سعود به اولین رویداد بین‌المللی تاریخ فوتبال در تیم اتفاق افتاد که تو کاپیتانش بودی. تو اون روزها بود که فوتبال جای کشتی و والیبال که رشته محبوب مردم کوچه خیابان بود و گرفت.
مردم از امجدیه اومدن بیرون راه افتادن و خودشون خود به خود شعار درست کردن: ایرانی تنت سلامت تیم ما پیروز در آمد. تو ما در خونه تو محل مردم جمع شدن دهداری والا سال 43. درکش از مسائل جامعه قوی بود، یعنی میدونست چگونه تعریف کنه هویت ملی رو، مثلا فراملی رو. تو بازی با پاکستان در انتخابی المپیک 64 توکیو پرچم کشور حریف رو گرفتی و باهاش دور افتخار زدی تا بفهمونی فوتبال فقط یه وسیله است برای اتحاد و یکدلی. و این حرکت پرویز خان در اون زمان پیام بزرگی داشته، پیام خیلی انسانی داشته که الان دنبالشه. الان المپیک شما می‌بینی هر جایزه‌ای، هر مدالی رو که به یه ورزشکاری که مدال طلا برنده یا نقره برنز می‌گیره، یه تاج گل زیتون که سمبل صلح هم می‌ذاره رو سرش. آخه ما وقتی میایم مثلا در سال 1980-90 صحبت فر پلی رو می‌کنیم، بعد بگیم آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خب شما اینجا باشگاه شاهین و آقای دهداری و آقای دکتر اکرامی رو دارین دیگه، فر پلی رو با تمام جوانبش تو اینجا داشتن میگفتن. قبل از رسیدن به تیم ملی، قهرمانی با باشگاه شاهین در سال 44 و قهرمانی جام حذفی سال 42 رو تجربه کردی و قبل از اونم قهرمانی در اولین دوره لیگ با جمع آبادان. قهرمانی تو خون تو بود، اما حیف که مصدومیت باعث شد المپیک رو از دست بدی. پرویز خان تو راه که با اتوبوس میرفتیم از بصره به عراق بغداد سرما خورد. پرویز خان تو بازی واقعا اداره کرد تیمو. جمیل عباس بود، یورا بود، عمو بابا بود، تیمشون خیلی خوب بود. برگشت پرویز خان سرما خورد. آقای دهداری از کلیه اینجا رنج میبرد، به همین دلیل یه کلیه بر برادرشون به ایشون هدیه کردن. و به علت مریضی که آقای دهداری پیدا کردن مجبور شدن که فوتبال کنار بذارن. میگن فوتبالیستا دو بار میمیرن، یکی وقتی فوتبال رو کنار میذارن، یکی مرگ طبیعی، که دلیل هر دو مرگ برای تو بیماری کلیه بود. این بیماری خیلی اذیتشون کرده بود. ما میرفتیم با دکتراشون هم صحبت میکردیم، چیزی که دکترها میکردن پرویز خان خودش رد میکرد. اونم خیلی خوبم و هستم، من میام. انقدر با روحیه بودن. من لحظه کهشون داشتم میرفتم تو اتاق عمل، آخرین نفری بودم که باشون صحبت کردم. چون داشت میرفت من یه لحظه رفتم گفتم پرویز خان خوب میشین منتظرتونیم. حرفی نزد، نگاه کرد. میرفتی ملاقاتش، یه وقت به ما خبر دادن که پرویز خان بله تمام کرد. خیلی لحظه بعدی بود تو زندگی ما، برای آدمی که خیلی چیز ازش یاد گرفته بودم و باش زندگی کرده بودم. میتونستم برام حرفامو بهش بزنم، حتی حرفایی که حرفای شخصیم بود. میتونستم برام قور بزنم، حرفامو گوش کنه. میتونستم برام پیشش دو ساعت نصیحتم کنه. چند سالی دور از حیاهوی فوتبال جنگیدی تا بالاخره تسلیم شدی. در دوم آذر ساعت 7:30 بعد از ظهر سه‌شنبه در 59 سالگی، یک ماه پس از سقوط تیم ملی در بازی‌های جام ملت‌های هیروشیما، زمانی که تیم ملی در مقابل امارات مساوی کرد، همون اماراتی که تیم تو 4 سال قبل مغلوبش کرده بود، زمانی که تیم ملی مقابل ژاپن هم بازی رو باخت و هم اخلاق، همون تیمی که به خاطر مساوی باهاش اونم توی بازی دوستانه بهت برف زدن، زمانی که احمد رضا عابدزاده یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رفت و مجتبی محرمی و جواد زرینچی از بهترین مدافعان کناری، زمانی که صمد مرفاوی و کریم باوی می درخشند و می درخشند، زمانی که تاریخ نفرین می فرستد و نفرین.
خیلی گریه کردم بعد از اینکه خبر مرگ ایشون رو شنیدم. یاد اون صحنه افتادم که این مرد رو بعضیا با برف زدن و توهین کردن بهش. دنیای بی‌وفایی دیگه واقعا. سوم آذر که میشه ما یه جمعی هستیم شاید به تعداد انگشتای دو تا دست نرسه. همیشه ما هاییم. بگذاریم. اما تو این دنیای بی‌وفا تو در یاد و خاطره همه نسل‌ها جاودانه شدی. یاد و خاطره مرحوم پرویز دهداری رو به بخش تصاویری که پخش میکنیم گرامی میذاریم. همه ازش به نیکی یاد میکنن و جامعه فوتبال ما به چنین افراد برجسته احتیاج داره. انقلابی تو جریان ورزش کردن هیچ وقت آقای دهداری از ذهن ها پاک نخواهد شد. این آدم ها کمن تو تاریخ، کم میان. از ایشون یک چهره ماندگار ساخت در ورزش کشور، بلخص فوتبال. دهداری و تختی فوق‌العاده بود. اون در کشتی جهان پهلوان تختی بود، اینم جهان پهلوان به فوتبال دهداری بود. اما تو فوتبال ما دهداری فقط دهداریه.